نه همیشه بوده خانم، همیشه پول بوده. اما میگم حالا الان ما باید چیکار کنیم آقای درست؟ ما که اصلا دنبال پول نیستیم، من که به درد نمیخوره که، باید چیکار کنیم؟ چرا به درد نمیخوره؟ شما دنبال پول نیستیم چرا به درد نمیخوره؟ چیه که به درد نمیخوره دنبال پول نیستین شما؟ آخه نیست، بازم کسایی که گیر ما میافتن دنبال پولن. مردا دنبال پولن؟ نه دیگه، دوست دخترمون. بله، به خاطر اینکه شما یه چیز کلی رو دارید. بله مثلا میگیم نه ما مثلا پول مهم نیست، خب یه استفاده های دیگه میخوان ازادم. میخوام یه حالا مثلا یه کاری برای تو، بیا این کار رو واسه ما بکن. اگه قرار باشه که آدم پولم نبینه، خب یه ضربه های دیگه میخوره دیگه. نه نمیفهمم شما دارید چی رو مقایسه میکنی. شما دارید میگی که اگه من پول بگیرم کارهای دیگه بلای دیگه سرم بیاد، اوکیه، قبوله، اینو دارید میگی؟ نه نه، من میگم که آدم، شما الان میگی خب زن کالا نباشه و پولم نگیره و سفره. حالا من که اصلا در مورد خودم و اینا صحبت نمی کنم، ولی خب میبینم دوستام و اطرافیانم و میگم اگه قرار باشه که اینا خب پولم نگیرن که مثلا با کرم هستم پولم نمیخوام، خب دیگه آخه به سرم که جنبه همچین گذشت فلاکاری رو ندارم. آها ببین، همین جایی که شما میگی اگه یارو پول نگیره گذشت و فداکاری کرده، همینجا داری اثبات میکنی که زن سکسش پولیه و اگر یه چیزی رو به شما داده پول نگرفته فداکاری کرده. معنی حرف شما اینه که 100% زن پولیه، یعنی شما هم عقیده داری به این قضیه. به نظر من دختری که از من پول نگیره و بیاد با من بخوابه فداکاری نکرده به من، من از بهش بدهی ندارم. اگه دختری فکر کنه چون این پسر خیلی خوبیه، من عاشقش هستم، ازش پول دریافت نمی کنم و به قول شما این لطفو دارم بهش می کنم، هنوز اون زن کالاست. مثل یه شخصی من... که یه مغازه‌ای داره، یه بستنی مفتی به من میده. خانم ما رو میگن چی؟ میگن که آقایون قدر خانمایی که خب مثلا اصلا حالا نتوی رابطه استکس و اینا پول نمیگیره، توقعی نداره، اصلا توقع مادی نداره از این. خب آقایون متوجه میشن اینو، من میخوام اینو بدونم. خب متوجه نشن، حماقت خودشونه متوجه نشن. اگه متوجه نشد یه نفر که من چه آدم خوبی هستم، میفهمم اون آدم احمقیه. ضمناً منم اگه آدم دانایی باشم دیگه باش وقت نمیگذارنم، ولی به پول فکر نمیکنم. حالا متوجه نشده باشه، خیلی از خانم‌ها فکر میکنم میگن خیلی خوب، حالا که من از تو پول نگرفتم، حالا که زندگیم اومدم با تو شروع کردم، باکرم بودم، پولم نگرفتم، حالا تو باید پس بفهمی و قدر منو بدونی و شیشلا پرنا به من حمالی بدی. یه همچین بدهی وجود نداره. میدونی اگرم من یه آدمی باشم که نفهمم قدر شما رو که شما جانم چی؟ یعنی هر کاری که میکنی واسه خودمون دل خودمون باشه. 100% بدون هیچ توقعی و چشم داشتی و هیچی. بله معلومه، به خاطر که ما بدهی به شما نداریم، ما میخوایم با شما بخوابیم. شما اگه تشخیص دادی که ما بدنمون قشنگه، سکسمون خوبه، دوست داری با ما بخوابی، آدم فهمیده‌ای هستیم، صورتمون رو دوست داری ببوسی، دوست داری قدمون خوبه با همون را بری، دوست داری از ما حامله بشی، صورت بچه شبیه بچه ما باشه، اینا رو تصمیم گرفتی میای با ما، نگرفتی نمیای. اگرم اومدی با ما بدهکار نیستیم، چون شما اینا رو نگاه کردی، اگه من لایقش باشم میای با من میخوابی، اگه نباشم نمیخوابی. یعنی که متوجه نشی که خب دیگه واقعا حماقت خودشه. بله متوجهم نشود، یعنی آدم نفهمیه. ضمن اگه شما با یه آدمی که از هر جهتی خوشت اومده ازش، رفتی خوابیدی پولم نگرفتی، شما به اون محبت و لطفی نکردی، به خودت محبت کردی. یک زنی حق داره پول بگیره که به نظر من حقشه و دستمزدشه، اینی که با مردی که نمیخواد بخوابه بره بخوابه پول بگیره. مثل این خانمایی که کنار خیابون وای میسن که الان دیگه روی اینترنت هستن، با اینترنت و با یاهو مسنجر میان. شما میری یه پیرمرد مثلا 70 ساله‌ای دختر 22 ساله‌ای رو میاره خونه خودش، لذت میبره، پولش هم دستش میده، اون خانم هم بده بده میره واسه خودش لباس میخره. اونجا حق داره پول بگیره، ولی همون دختره اگه اون پیرمرد رو تو خیابون ببینه افتاده مرده، مگس میپره صورتش، توف هم نمیذاره رو صورت اون مرده. خب در این حالت اون مرده به این زن بدهکاره که این به خاطر پول اومده، پس پولشو میگه. ولی وقتی دختره میگه پسره که دماغش اینجوری باشه نمیخوام، کفشش اونجوری باشه نمیخوام، اینجوری بخنده، اونجوری غذا بخوره، چنگالو به دست راست بلند کنه، اونجوری اونجوری نگاه کنه، من نمیخوام. خب پس تو داری پسره رو برای چیزایی که خود داره و قشنگه و زیباست میری باهاش میخوابی و دیگه پولی به تو بدهکار نیست. حالا اگه اون پسره خوشش نیامد که شما چقدر دختر خوبی هستی، شما رو تو بکش برو دنبال یه نفر دیگه. خیلی ممنونم، متشکرم. ما خیلی شما رو دوست داریم، میشاره که همیشه موفق. ممنونم از این که این حرفا رو گفتین و کمک کردین که من خورده. خیلی خوشحالم، میبوسیمتون آقای بهروز. I love you. نگه. قربانت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستم. الو بفرمایید، با بهروز زوئر هستم.
بله جناب بهروز، سلام عرض میکنم. خواهش میکنم، سلام بر شما. همچنین بنده میخوام که خدمت تمام بیننده های عزیز شما که وقتشون صرف میکنیم برای من رو ببینند واقعا عرض ادب دارم. بنده خیلی کوچکتر از این هستم که اصلا نظرم رو بیان کنم. نه خانم، همه میتونن نظرشون رو بیان کنم. بس من صدای شما رو خوب نمیشنم، اگر که شما بلندتر صحبت بکنین خیلی فکر کنم بهتر. میگم شما هر چقدر کوچیک باشید از بنده کوچیکتر نیستید، نظرتون رو بگین. شما که فکر نمی کنم کوچیک باشید. از داره شکمی بله. خیلی جدا از شوخی، هم ذهن بزرگی دارین، هم زیاد به همه چی فکر میکنین. خواهش میکنم. بزرگ هستین. مثلا محبت دارین. بفرمایید شما حرف. قیافت خودشو داره. مثلا من اولا که خیلی دوست دارم بدونم موضوع برنامه شما چیه. به 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 تازه بیا حالا ببین چی خبر. یعنی این موضوعی که می‌ذارین و بعد روش بحث می‌کنین، حالا من نمی‌دونم موضوع به کجا کشیده شده رو نمی‌خوام بدونم، فقط می‌خوام ببینم اصل سوال و اصل مبحث پرچونگی چی بوده. امروز بحث پرچونگی اینه که یه خانمی زنگ زد و به کلام خیلی زیبا و مفصلی دفاع کرد از اینکه دختری که میره خونه شوهرش باکر است، نجیب، خوبه، باید پول بگیره. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم. حالا شما لطفاً یعنی چی مهریه رو منظورت؟ آره مهریه که هیچی، دنیا رو هم باید طرف واسش خرج کنه، به خاطر اینکه این خانم باکره بوده و در خانواده خوبی بزرگ شده. ما هم گفتیم اگر این خانم در خانواده خوبی بزرگ شده، آقا هم در خانواده خوبی بزرگ شده، اینکه پولی نیست، پس پولمونه که میده و مسائل مختلف. ان شاءالله که قصد کوبیدن خانم ها رو که نداری. به هیچ وجه من قصد اینو دارم که تا اونجایی که ممکنه خانم ها مجانی بشن، پولی نباشن. من قصدم اینه. اولا که من دوست ندارم شما اینطوری الان با بنده صحبت کنید، حداقل که با بنده راجع به مسئله پولی و غیر پولی صحبت نکنید. موضوع امروز اینه خانم. شما من نپرسید که موضوع چیه. غیر پولی نیست. من الان اگه موضوع مهریه، من راجع به موضوع مهریه. اصلا من موضوع با شما بحثی ندارم. شما از من پرسیدید که موضوع برنامه امروز چی هست. اصلا موضوع پول رو مطرح نکنید که من اصلا دوست ندارم این قضیه. خب پس لطف کنید اگر موضوع پول دوست ندارین یه موقع دیگه زنگ بزنید که موضوع ما پول نباشه. من اتفاقا خیلی دوست دارم موضوع بحثو باز کنم. خب موضوع بحث ما پوله. اگه اجازه بدیم همه صحبت کنیم. موضوع بحث ما پوله و پول و سکس و قیمت پول و مهریه و اینجور چیزا. بله. موضوع ازدواج. اگر در موضوع ازدواج ما بخوایم شروع بکنیم که این قضیه اصلش از کجا شروع شده و چرا به اینجا کشیده شده؟ از اونجایی شروع میشه که یه آقایی میره با یه خانومی طلب میکنه که بره با این خانوم باشه، زندگی بکنه و یک زندگی رو شروع بکنه. بله درست. برای شروع کردن یک زندگی خیلی چیزا لازمه. بله. شما اینکه ان شاءالله در آمریکا هستین، ان شاءالله تحصیل کرده هستین، ان شاءالله قیمت همه چی هم که دستتونه. بله واسه همین ناراحتم دیگه. به 300 سکه طلا قیمت یه دختر نیست، اینجا با 250 دلار تموم قضیه. واسه همین ناراحتم قیمت همه چی دست. معلومه قیمت همه چی دستم، واسه همین ناراحت میشم. اینجا قیمت یه دختر 19 ساله 300 دلار 250 دلاره. دبه و 3500 سکه طلا 730 سکه. اگر یکی قصد زندگی کردن داره یا یکی قصد این داره که هر شب با این باشه با اون باشه. بله اگه کسی قصد زندگی کردن داشته باشه دنیای اروپا نگاه کنید. بله حالا اجازه من خدمت عرض بکنم، اگه بحث کسی قصد زندگی کردن داشته باشه و به این معنی است که نگاه میکنه ببینه این مرد مردی هست که بشه باهاش زندگی کرد، و ضمناً یادآوری میکنم به همه خانمایی که قصد زندگی دارن این که این مرد وظیفه داره تا آخره که عمرش کار بکنه و پول بیاره و به این خودم. من اصلا این صحبت شما قبول ندارم. آه. قبول ندارم. مردها و زنها هر دو برای زندگی که میکنن واجد و شرایط هستن که برن زحمت بکشن و زندگی خودشونو به حدی برسونن که دوست دارن. خوشگلاش نمیخوان این کارو بکنن خانم. خوشگلاش این کارو نمیخوان بکنن. نه که نمیتونن بکنن، خوشگلاش نمیخوان این کارو بکنن. من نمیدونم چون شما هی وسط صحبت من میپرید. به خاطر اینکه خب شما دارید یه مطلبی رو همینجوری میگید تا به جوری بدیم حرفم تموم بشه بعد 1 2 3 4 بکنیم. نه 1 2 3 4 نمیشه که اینجا ما 10 ساعت وقت نداریم که. با کمال احترام به شما، شما یه مطلبی رو سریع بفرمایید ما با شما سریع. میگم یک مردی که با یه زنی شروع میکنه زندگی رو، ان شاءالله مرد نجیبه و اصلا صحبت‌های شما رو نشنیده. یک دو ببخشید من چی گفتم که خلاف نجابته؟ اسلام این موضوع مطرح. ببخشید نه اصلا به اسلام کاری نداریم. من چی گفتم که خلاف نجابت هست؟ صحبتی که شما داری میکنی، شما بکارت تمام خانم های دنیا رو بردین زیر سوال که اگر هستن واسه چی هستن، قیمت مجانی اینقدر. نه من بکارت زیر سوال نه، صبر کن خانم، صبر کن
من بکارت زیر سوال نبردم، بکارت مال خود خانم هاست، هر کاری میخوام باش بکنم. به من زیر سوال بودیم، به من مربوط نیست. بودیم که اگر که میخوایم بدیم این کاره بشیم بدیم قیمتش بیاد دست. آفرین. نمیخوایم این کاره بشیم بدیم مجانی بدیم. آفرین. بله بله. من هم نمیتونم اینو شما. نه 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 خواهش میکنم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. داری گلوی من زخم میکنی. چون داری گلوی من زخم میکنی مجبورم یه خود خواهش کنم ازت که یه لحظه گوش بدی. بکارت مال هر کسی که داره یا نداره، نمیشه فهمید داره یا نداره، نمیشه کاری باش کرد. مسئله اینجاست که گفتیم اگه کسی میخواد بکارتشو به پول بفروشه، شما باید بدونید قیمت روز چند. هم هیچ وقت بخواد بکارتشو به پول. همین الان خانم گفت. همین الان این خانم نخه. من اصلا خانم نیستم که بدونی خانم چطور فکر میکنه. رایت؟ مگه آدم به خاطر اینکه ببینه که من نمیدونی پس راجع به قضیه اینکه کسی که میخواد بخارتشو بفروشه، اون کسی که میخواد بفروشه این رو این کاره میشه. آه یعنی اگه من مثلا یک چیز ازدواج نیست، پس اون آقایی که میاد با یه خانمی ازدواج میکنه و شما راجع به این موضوع که باید بره تا آخر عمرش کار بکنه، خرج بیاره بده به این بخوره، وظیفشه اون روزش هم باید خرج این خانم وظیفشه، به خاطر اینکه اگه زن خوشگلی باشه باید بره پولایی که یه 6 سال مجانی اومده خورده خوابیده و داره پول اونا رو هم بده. پس آقاه تازه طلبکار نه، بله معلومه که آقای طلبکاره. خانمه چیکار کرده؟ اومده تو خونه گفته من خانم هستم، شما باید خرج خونه رو بدی. شما قیمت دستتونه، میتونیم به من بگین که قیمت یه خانمی که بیاد فقط آشپز باشه، بله دو تا شیفت غذا بپزه، ساعتی چنده؟ دو تا شیفت غذا بپزه حدوداً در آمریکا، من میتونم بگم، حالا در ایران کار ندارم، در آمریکا میتونم بگم دو شیفت غذا بپزه هر روز اگه تو خونه باشی. اینجا الان کلفتایی هستن تقریباً با مایی 700-800 دلار این کار انجام میدن. وقتی که ساعتی چنده؟ ساعتش تقسیم بکنین در میاد دیگه. میشه ماهی اگه خط 700-800 دلار شما اسپانیش هم بیارین؟ نه اسپانیش نمیگیره. ماهی 700 دلار اگه کسی صبر کنید خانم. خیلی ممنونم که اجازه بدین خانم. الو شما داری خود خسته میکنی، منم خسته میکنی، صدای شما رو پخش نمیشه چون من اجازه نمیدم. وقتی یه مطلبی رو صحبت کردین بذارین جواب شد. خب به خاطر که شما خیلی زیاد حرف میزنی. شما اگه من قیمت از شما پرسیدم، گفتم شما که قیمت از قیمت این شام شما خیلی. عزیز من اگر گوش ندی من قطع میکنم. میخواهید گوش من گوش میدم. شما پس لطفا احترام بذارید. گوش میدی؟ من که حرفات گفتم اشتباهه. اشتباه نیست. شما اگه یه بار دیگه وسط حرف من حرف بزنی من قطع میکنم. حاضر امتحان کنی؟ نه شما به من نمیگی من چه کار شما به من نمیگی من چه کار کنم. گوش کن خانم، بنده شوهر شما نیستم، شما من نمیگی من چی کار کنم. من کارگردان شوهی پرچونه هستم، هر کسی حرف اجازه من بدم حرف میزنه، چه خود درست من فکر میکنم، چه غلط فکر میکنم، چه احمقم، چه دانشمندم، چه هرچی که شما میگی هستم، چه هرچی که شما فکر میکنی من نیستم هستم، هیچ فرق نمیکنه. من صاحب این شو هستم، تا موقعی که من اینجا وایستم من تصمیم میگیرم شما کی حرف بزنی، چقدر حرف بزنی. اگر اینو بفهمی و اگر به این احترام بذاری با من میتونی حرف بزنی، و اگر نه من اجازه نمیدم شما در شوی من حرف بزنی. شما میتونی مخ و شوهرتو تا صبح بخوری ولی تو شوی من نمیتونی حرف بزنی تا موقعی که به فرمولی که من تعیین میکنم و من اجازه میدم شما حرف بزنی. امیدوارم این براتون کاملا واضح باشه. حالا که این مسئله مشخص شد، شما از من پرسیدی قیمت چنده. خیلی ممنونم که بحث قیمت رو مطرح کردی. قیمت یه کلفتی که هر چی بهش بگی انجام بده، در خونه تمیز بکنه، مرتب بکنه، اتاق بهش بدی بمونه، پول اتاق ازش نگیری، پول غذایی که میخوره نگیری، پول حمومی که استفاده میکنه نگیری، پول بیمه‌ای که واسش خرج میکنی نگیری، هیچ کدوم اینا رو نگیری، قیمت کار این کلفت در اونجا یه چیز حدود بین 400 تا 500-600 دلار هست. به خاطر اینکه بخوای اونا رو همه رو حساب بکنی واسش، با ساعت خیلی بالا هم حساب بکنی، پول مهندس هم بهش بدی، بازم این خانم بدهکار میشه. به خاطر اینکه تو داری خرج بالا هم واسش میکنی. مرسی که پول قیمت رو مطرح کردی. حالا اگه زنی فکر میکنه ارزش کارش در خانه اینا ارزش‌های پولی داره، این چیزایی که در خانه انجام میده، به شما بگم خودتونو بکشین، قد یه کلفت هم درآمد نخواهید داشت. پس زن خوشگلی که میره در فرمانیه یا در جردن یا در بیورلی هیلز یا در اروپا یا در جنوب فرانسه یه شوهر میکنه و اون ساعت 9-10 تا بلند میشه ناخوناشو میترشه صاف میکنه که هیچ کاری که نمیکنه، هیچی، اون همه خرج اون چیزا همش خرج سکس و خوشگلی اینه که این خانم میره با این آقا میخوابه دیگه، چه غیر از این زن کار دیگه نمیکنه. خب پس
این پول خرج اون داره میشه. شما هم میدونی زن هرچی خوشگلتره، هرچی نازتره، هرچی از فیس افادهش بالاتره، در خونه کمتر کار میکنه و کلفت داره. خونه های سطح بالا که دختران بسیار نجیب از خانواده این خانم با شخصیتی که زنگ زده بود